در این مورد بیشتر گفتگو میکنیم با محب شریفی آقای سیاسی سلام وقت شما بخیر خیلی خوش آمدین به برنامه آقای شریفی ای که مقام های بلندپایی امنیتی و دفاعی ما رفتن به پاکستان با مقام های کشور دیدار و گفتگو داشتن تا اینا را ادقل قناعت بتن به که بیاین واقعا در گفتگوهای های سال افغانستان صادقانه عمل بکنن و در این قسمت افغانستان را کمک بکنن فکر میکنین که ای بار پاکستان خواد کمک کرد افغانستان در روند گفتگوهای های سال یا که خیر؟ بدون شک ئې د دیدارها سلسله یو دیدارهای است چې په یو پلان عملیه کاری بین حکومت افغانستان او حکومت پاکستان اغاز شوده او فکر میکونم ته هنوز مواد حقیقي چې درې بحثار اویش بحث صورت میگیره ته هنوز به پختګی نهایي نه رسیده کې په شکل نهایي او خلاصا شوده بین هر دو طرف یا فیصله شوده به دست رسانه ها قرار بگیره و با ملت ها شریک شود تا هنوز هم نقاط وجود داره که با فشار ایالات متحده آمریکا جامعه جهانی پاکستان را وادار میکنه که با افغانستان و حکومت افغانستان اینها وارد بحث های واقعی و عملی شوند و بالاخره با مشکل افغانستان با موضوع افغانستان یک حل پیدا شود که در او پاکستان از مؤثریت و نفوذ خود به شکل مثبت استفاده کرده باشد در سالهای گذشته چنان که ما شاهد بودیم که بارها مقام های پاکستانی تعهد کردن به اینکه در روند گفته های سال افغانستان ما را کمک میکنن اما متاسفانه دیده شده که اینا جدی نبودن و تعهد کردن به او پابند نبودن چی تضمین وجود داره که این بار دخل اینا بتونن که کمک را به افغانستان بکنن در مورد کشانیدن رهبران طالبان به گفتگاه های سال؟ سه نقطه در این موضوع بسیار اساسی و حیاتی است اول ای که ایالات متحده آمریکا این بار از سابق یک اندازه موقفشان تغییر خورده و در ارتباط با پاکستان اینا موقف جدیتر را از سابق دارن موضوع دوم حکومت افغانستان هم به شکلی که قبلا یک موضوع فیصله می شد بحث صورت می گرفت بعد از او تعقیب و پیگیری نمی شد به این ای شکل یک موضوع هم رای پاکستان ها نقطه سوم ای است که در هر دو طرف مرز البته مرز دیورند را کی مرز فرزی بین افغانستان و پاکستان است هر دو طرف ملت ها آل بالای حکومت ها فشار آورده را است که باید ما به طرف هر روز جنگ و بازی استخباراتی و بازی درویا دیگه نریم و ملت ها باید به طرف صلح و آرامش برند ما فکر می کنیم خود این نفوس و خود این تاثیرات و فشارها هم بالای هر دو طرف یک اندازه سنگینی کرده و اینها را به طرف عمل کرده واقعی میبره خاصتا پاکستان و از این کار نمیشه که به ایالات متحده آمریکا ملل متحد و افغانستان و حتی در منطقه کارشناسان بی‌طرف یا غیر جانبدار که در قضیه دخیل هستن اونا میگن که بالای پاکستان باید به با اندازه بسیار خوشبینانه اعتماد صورت نگیره و خاطر از اینکه پاکستان در سابق چنین بازی ها را زیاد انجام داده و ممکن است این هم یک نیرنگ و بازی باشه که پاکستان به خاطر تلف کردن وقت و کم کردن فشار بین بالای برای پاکستان ایفای نقش میگیره شما فکر میکنین که نقش پاکستان در روند گفتگوهای صلح افغانستان میتونه چقدر سازنده باشه تا جایی که پاکستان بالای بعضی گروه ها نفوذ داره نفوذ پاکستان تاثیر پاکستان با شکل مصبت به شکل مثبت به همین نفوذ و به ساحه از او یا به اندازه از او مربوط و منوط است بیشتر از این پاکستان چیز نمیتونه اما چیزی که افغانستان از اونها میخواد همین است که در اندازه‌ای که اینا نفوذ دارن در اندازه‌ای که اینها میتونن گذار مثبت باشن در قضیه افغانستان باید اینها ایفای نقش بکنن اما متاسفانه پاکستان در سابق چون این چیز نکرده و این بار هم ما نمیتونیم من ملت افغانستان بالای پاکستان یک خوشبینی اضافه تر از حد داشته باشیم لکن در این حال یک هماهنگی را بین فشارهای بین المللی تقاضای افغانستان به شکل واقعیت و موضوعیت حقیقی و موقف و به اصطلاح نقش حقیقی پاکستان را می که به یک شکل این هماهنگی شود که بالاخره به نفع افغانستان و ثبات در منطقه تمام شود اگر امریکا فشارهای خود بالای پاکستان افزایش به میتونن کمک بکنه به اینکه پاکستان وادار شود که بیاید با متحد که همیشه کرده که در روند گفتگوهای سال افغانستان کمک میکنه

ما فکر میکنم ایالات متحده آمریکا صرف به خاطر منافع افغانستان استقرار افغانستان چونین فشارهای بسیار بیش از حد را که روابط سابقه روابط استخباراتی و روابط نزدیک و تنگاتنگ تنگ پاکستان آمریکا را تهدید بکنه ما فکر نمیکنیم که وارد بکنه اما به خاطر از اینکه افغانستان مایه تشویش و نگرانی برای ایالات متحده آمریکا و امنیت ملی کشورش نباشه تا این اندازه ممکن فشار را بالای پاکستان وارد بکنه و به این اندازه هم اگر فشار را وارد میشه و شکل سیستماتیک داشته باشه و در هماهنگی با ملت افغانستان و حکومت افغانستان باشه ما فکر میکنیم تاثیر گذار است بالای پاکستان که یک نقش مثبت ایفا کنه بزرگترین فشار بالای پاکستان فعلا باید در عرصه عسکری و نظامی باشد تا پاکستان از از قوتی که بالای او زیاد اینها مینازن و خاصتا بودیجه خاصی که بالا استخبارات پاکستان مصرف میشه در این رابطه و بعضی شخصیت های مزر و بارزی که در پالیسی پاکستان نقش دارن بالای اینها به شکل مشخص اگر تعذیرات وضع میشه مسمر است در این حال پاکستان از نگاه اقتصادی و از نگاه اجتماعی وقتی که در تحریم و انزوای حقیقی بنولی قرار میگیره ما فکر نمیکنیم که پاکستان با وجود و توانایی و نیروی فعلی که داره در برابر چنین فشارها استادگی کرده بتونه و بازی دروی خود ادامه بده یک قسمت کار برمیگرده به خود حکومت افغانستان که حکومت افغانستان هم باید حداقل یک راهکار مشخص روشن را رو باید روی دست بگیره از یک موقف قویتر ما بتونیم با پاکستان وارد گفتگو شویم تا این را وادار بسازیم که اینا بیان ما را کمک بکنن در کشاندن در رهبران طالبان و میز گفتگو این نقطه ای است که هیچ وقت باید بالای از شک نداشته باشیم و هیچ وقت تمام برف بام خود را بالای دیگر را باید نپرتیم ما سه نقطه را باید حتما هماهنگی کرده باشیم هماهنگی بین موقف ملی افغانستان و ملت افغانستان هماهنگی خود کارکنان یا به اصطلاح شخصیت های بلند رتبه حکومت وحدت ملی و در عین حال موقف و یا به اصطلاح جایگاهی را که افغانستان در قضیه با پاکستان داره در باید ما یک توحید و یک وحدت ملی داشته باشیم تا بتونیم از یک موقف قوی صحبت بکنیم و موقفی که او پلان های کاری عملی داشته باشه و در این حال به جانب مقابل هم در زمینه استقرار را اطمینان و یا به اصطلاح یقینی بسازه که اونا بتانن به شکل عملی امرای ما وارد صحنه شوند و نقشی مثبت را در قضیه بازی بکنن شما کارکردهای حکومت افغانستان در مورد از اینکه ما بتوانیم با یک سال در افغانستان دست پیدا بکنیم چگونه بررسی میکنین آیا اینا تانستان در سالهای گذشته یا حد در در حال حاضر اینا تانستان که یک راهکار را داشته باشن تا ما بتوانیم که در کوتاه یا در اس حداقل به سال

در ارتباط با گذشته ما اگر چیزی بخوایم صحبت بکنم به نظر ما زیای وقت است اما وحدت حکومت وحدت ملی تانست در زمینه یک نوع انسجام ملی را به وجود بیاره و در این حال یک موقف ملی را در ارتباط با صلح داشته باشند یک پلان کاری و طرح عملی را برای صلح برای طالبان و مخالفین مسلح در افغانستان اعلان بکنند و در این حال بتانند با پاکستان موضوع را به سطح جهانی و به سطح منطقه به سود افغانستان تمام بکنند اما این موضوع باز هم ارتباط به با این میگیره که حکومت وحدت ملی فی ما بعد یا بعد از ای چی دستاوردهایی را میتونن به دست بیارن و با چی گونه اینها از نگاه دیپلماتیک و از نگاه روابط بین المللی حرکت کرده میتونن که فشار فعلی که بالای پاکستان هست ایره ادامه بدن و ایره بالاخره به نتایج مسمر و مطلوب به افغانستان پایان برسانن آنچنان که شما هم اطلاع دارین که تا در روز دیگر آتش بس از طرف حکومت افغانستان با طالبان اعلام شده و گفتگوهای صلح همدری مدت بسیار داغ شده و حکومت بیشتر تلاش میکنه که در ای ده روز ده حداقل بتونه به یک نتیجه دست پیدا شما چقدر امیدوار هستین که ما خود تانستیم که در روز حداقل یک نقطه مثبت را پیدا بکنیم به خاطر گفتگوهای سال با طالبان من نمیتونم با شکل مثبت یا منفی چیزی را اتر پیشگویی بکنم که به او دلایل واقعی یا وسایل اثبات حقیقی را نداشته باشم اما به با شکل عمومی گفتم میتونم که این مربوط به او روند و گام های بسیار زرنگ ملت افغانستان و حکومت افغانستان ربط میگیره که در ارتباط با تمام علایق و روابط زیربط یا نقاط زیربط اینا چگونه گام ها را بین بردارن و چگونه میتونن به شکل بسیار فراستمندانه از این گام خود نتایج میره به افغانستان از آن خود بسازن. در مورد نقش امریکا بر روند گفتگوهای صلح همیشه که بیشتر تاکید بکنین به که طالبان خواستار از شدن که اینا مستقیما میخوان که با امریکا وارد گفتگوهای شون تا که ما بتانیم به سال دست پیدا بکنیم اما رئیس جمهور غنی بیشتر تاکید داره که باید صلح بین الافغانی باشه یعنی شستایی که صورت میگیره باید بین الافغانی باشه امریکا میتونه در این قسمت چه نقش داشته باشه اگر گفتگوهای سه جانبه باشه که هم حکومت افغانستان باشه هم از طرف امریکا هیئت از اینا باشه و هم گروه طالبان باشه فکر میکنین که این هیئت خود تانست که باز نتیجه را به دست بیاره این مهمترین موضوعی است که تا هنوز بین اطراف اکثر باعث اختلاف میشه و باعث پاشیدگی در ارتباط به آغاز گفتگوی صلح همیشه من فکر میکنم که طرف های اساسی قضیه مخالفین مسلح و حکومت افغانستان است اما اینکه یالات ایالات متحده آمریکا در این زمینه به چه, چه اندازه نفوذ داره چه اندازه سهولت ها را به اینها فراهم کرده میتونه و به کدام اندازه میتونه اطراف را در قضیه به این بیارن که اونا بالای که دیگه خود اعتماد بکنن و چیزی را که به جانب مقابل تعهد میتن از عملی شدن از اون مطمئن باشن من فکر می کنم ایالات متحده آمریکا من حیث جانب پرنفوذ و سهولت دهنده میتونه ایفای ای یک نقش بسیار مثبت را بکنه که هم برای طالبا و با مخالفین مسلح مایه ازی باشه که با جانب اصلی صحبت میکنن و یا با جانبی که تاثیر گذار است در قضیه و یا با جانبی که اونها در در نقش خود با, با اونها در حراس هستند و در این حال با حکومت افغانستان من حیث نماینده ملت افغانستان که به شکل مستقیم امرای ملت افغانستان چیزی را که خواسته ملت افغانستان با اونها در جریان بگذارن اما یک که از طرف طالبان ما در شما گفتم که اونها میخوان که با حکومت امریکا مستقیما وارد گفتگو شدن چرا نمیخواین که با حکومت افغانستان بیان وارد گفتگو شون و گفتگو سال اینو ادامه بدن خاص رو نزدیک با امریکا میخواین که نشست داشته داشت باشن در چی هستن ما فکر میکنم که ما عین تجربه ناکام ایام مجاهدین را که با حکومت نجیب و با اتحاد جماهیر شوروی وقت بود عین تجربه را که ما در پاکستان تکرار کردیم و در اون ناکام ماندیم و جنگ های کابل و تمام بربادی ها بالاخره در نتیجه از او در دامن ما گذاشته شد عین مثال ناکام را در نقش افغانستان در گفت و شنود با حکومت افغانستان و با ایالات متحده آمریکا این بار ما بازی میکنیم عین تجربه ناکام را اگر باز تکرار کردیم ممکن از او نتایجی که ما قبلا در دهه 90 داشتیم از او نتایج وخیمتر و برباد بربادی آورنده به ملت افغانستان خواهد داشت ما فکر میکنم بهترین موقف است که در قضایای افغانستان با حکومت افغانستان و در قضایایی که بین خوده طالبان او ایالات متحده امریکا وجود داره اگر اینه مخاين به اونها صحبت وکونن و یا قضیه‌ای کی زیربط طالبان او ایالات متحده امریکاست با اونها در جریان بگذارن من فکر نمیکنم کی ملت افغانستان یا حکومت افغانستان در ای این کونه اعتراض داشته باشه لکن قضیه اساسی بین طرفین مخالفین مسلح و دولت افغانستان است و این دو طرف اساسی هستند و ایالات متحده آمریکا هم چون در قضیه دخیل است در قضیه درگیر است باید تا جایی که میتانه نفوذ خود را و وجود خود را در منطقه و افغانستان برای استقرار و امنیت افغانستان به کار ببرد تا بالاخره جامعه جهانی از تشویش عدم مسئولیت افغانستان بیرون بره آقای شریفی یک سوال دیگرم که میخواهم با شما مطرح بسازم در مورد یک خاص دیگری از طالبان است که شاید شما بیشتر شنیده باشین به ای که اینا میخوان که تمام نیروهای خارجی از افغانستان بیرون شود. آیا بیرون شدن تمام نیروهای خارجی از افغانستان میتونه که به نفع افغانستان باشه در کتا مدت این مسئله ای است که ملت افغانستان به این به شکل کلی سروی که ما انجام دادیم جورنالیستان بدون سرحد و جورنالیستان مستقل افغانستان به اینها نگفتند. گفتن به خاطر از اینکه اونا حراس دارن دلایل بسیار مهمی را تشریح کردن که اگر این روها بیرون میره چی تزمین وجود داره که در داخل افغانستان جنگ ها باز آغاز نمیشه اما این به معنای از این نیست که ملت افغانستان بیگانگان را به زمین خود میپذیرند این به معنای عزیز که اینها از چیزی که ضرر کمتر است به بزرگتر میت و میگن که اینها وجود اینها بهتر از است که پس خانه جنگی شروع شود و ملت افغانستان پاشیده شود و چیزی که دستاورد داریم و پس از دست افغانستان و ملت افغانستان گرفته شود فکر میکنین که حکومت افغانستان به خواست طالبان تن خواهد داد؟ ما فکر میکنیم این موضوع به خود زرنگی و ظرافت گفت و شنود صلح رب میگیره که هر دو طرف تا کدام اندازه افغان هستند مستقل هستند و به کدام اندازه به خواسته های ملت افغانستان جواب مثبت میدن تشکر ممنون از روتان در برنامه